رسیدیم به اجاستمنت بلک اند وایت. بذارید من رندر دیگه ای رو بیارم به عنوان مثال، این مکس پروژه و اینم رندر کار. من رندر رو اجرا میکنم، اجاستمنت بلک اند وایت رو روش اعمال میکنم. ببینید به محض اینکه من بلک اند وایت رو زدم، تصویر به سیاه و سفید و طیف مختلفی از رنگ خاکستری تبدیل شد. من هاید میکنم و آن هاید میکنم. خب میبینیم توی صحنه مناطق رنگی وجود داره و ما با قرار دادن بلک اند وایت میتونیم تصاویر رو به سیاه سفید و طیف های مختلف خاکستری تغییر بدیم، با این امکان که ما بتونیم بر اساس رنگ هایی که توی عکسمون به کار رفته تصویر سیاه سفید مورد نظر خودمون رو به وجود بیاریم، نه اتوماتیک بار. ببینید ما رد، یلو، گرین، ساین و بلو رو داریم. اینجا هم که مجنتاست، بذارید من بزرگتر کنم که بهتر بتونید ببینید. خب قطعا توی صحنه مگر هاید بکنم، ببینید اینجا من رد داشتم و وقتی من بلک اند وایت میکنم این قابلیت رو دارم که اون محدوده رد رو نشون بدم چه مقدار سیاه سفید و یا خاکستری بشه. با عنوان مثال من گرین داشتم اینجا و میتونم میزان گرین رو مشخص بکنم. اگر جزئیات توی این حالت خوب دیده نمیشه توی بلک اند وایت، من توی این حالت بهتر خوب دیده میشه، من روی این حالت میذارم. از بلک اند وایت ما برای ساختن مپ های بامپ و گلاسینز خیلی کمک میگیریم توی بحث 3D Max، توی مبحث معماری، ولی توی بحث عکاسی هم ما حالا یک نمونهش رو براتون مثال میزنم تا ببینید به چه صورت عمل میشه. خب ما سایان رو بله این محدوده داریم، پس میتونیم اگر شدهش زیاده من میتونم به عنوان مثال کمتر بکنم و همینطور بلو. اگر ما توی صحنه چیزی رو نداشیم که تغییر بکنه، حالا ما کمی مجنتا هم داریم، نشون میده خب اون عکس از اون طیف خیلی کم استفاده کرده. به هر حال ما میتونیم تصویر سیاه‌سفیدمون رو بر اساس میزان رنگ‌هایی که توی اون عکس به کار رفته به اون چیزی که مد نظرمونه برسونیم. به عنوان مثال الان فرضاً این عکس مورد نظر من بود، قطعا ما از ماسک میتونیم استفاده بکنیم، چیزی که توی عکاسی‌ها معمولا استفاده میکنن. اگر من از براش رنگ مشکی استفاده بکنم، قطعا اگر بیام توی ماسک و این محدوده رو مشکی بکنم، دقت بکنید، آلت رو میگیرم روی ماسکم، کلیک میکنم که ببینم کجا رو، اینجا رو من مشکی کردم، بنابراین تأثیر نمیذاره این اجاستمنت توی مناطق مشکی. فرضاً من میخوام برم نکنید مگر روی اجاستمنت باشم با براش حالا هر رنگی بخوام برم ارور داره میده، باید بیام روی ماسک. حالا ببینیم اون ارور برداشته شده و اینجا رو من مشکی میکنم توی محدوده ماسک. ببینید پس یک تصویر سیاه‌سفید دارم و آلت رو میگم کلیک میکنم، گفتن این محدوده های مشکی نباید این اجاستمنت تاثیر بذاره رو عکس پایینی، بنابراین همچین حالتی رو من به وجود آوردم. توی برخی از فیلم ها یا عکس ها دیدید که تصویر سیاه‌سفید مثلا لب اون شخص یا کاراکتر به رنگ حالا قرمز هست یا چترش فقط رنگی، همه چیز سیاه و سفید است، از این تکنیک استفاده میکنه. پس اینم از اجاستمنت بلک اند وایت.